بله، ما هفته سوم مهر ماه رو داریم در حالی پشت سر میگذاریم که رو در روی مردم به جان آمده میهنمون با نیروها و ارگانهای چپاولگر و سرکوبگر این حکومت آخوندی افزایش چشمگیری پیدا کرده. این هفته تعداد حرکت‌های اعتراضی مردمی که داشتیم از حدود 35 شهر کشور به بیش از 60 حرکت ثبت شده رسید، که البته میدونید که قطعا شمار واقعی این حرکت‌ها به دلیل شدت سرکوب و همچنین به دلیل فقر و گرسنگی حتما بیشتر بوده، ولی خب به خاطر سانسور و اختراقی که بر رسانه‌های حکومتی حاکمه صدای مردم منعکس نمیشه. اعتراضات ثبت شده دانشجویی هم در این هفته تقریبا به دو برابر خودش رسید و 100% افزایش پیدا کرد، در حالی که ما تو هفته دوم مهر 10 حرکت اعتراضی دانشجوی ثبت شده داشتیم، این هفته تعداد اونا به 20 مورد رسید. و خب عمده خواستهای دانشجوها هم برداشته شدن فضای اختناق و خدمتون عرض کنم که برچیده شدن بساط ارگانهای سرکوبگر مثل نهاد ولی فقیه، مثل کمیته انضباطی، مثل بسیج، معاونت اطلاعات و همچنین برکناری رؤسای سرکوبگر دانشگاه هاست. در دانشگاه ملی ایران هم دانشجوها علیه ممنوعیت تحصیل دانشجوهایی که ستاره دار هستند تجمع کردند و در دانشگاه آزاد شهر کرد دانشجو عکسای خمینی و خامنه ای جنایتکار رو پاره کردند و قاب عکسای این دوتا جلاد رو هم شکستند. دانشجوی دانشگاه از زهرای تهران در اعتراض به پوشش اجباری چادر دست به تجمع اعتراضی زدند. خدمتتون بازم بگم در ارومیه دانشجوی دانشگاه این شهر در اعتراض به رئیس مزدور دانشگاه ارومیه تجمع کردند. دانشجویی از دانشکده فنی دانشگاه تهران هم که از حضور در سر کلاس محرومشون کرده بودند، اونها هم علیه اقدامات سرکوبگرانه حراست این دانشکده اومدن تجمع اعتراضی کردند. همچنین اعتراضات دانشجویی علاوه بر تجمع در دانشگاه سنتی شریف، این به تظاهرات هم کشیده شد و دانشجوهای معترض پلاکاردهای حمله می کردن که روشون نوشته شده بود ما را به خانه من راه نمی دهند، و همچنین نوشته بود دانشجو مساویس با ذلت هرگز و هرگز. و یکی از مهمترین حرکت‌های اعتراضی که در همین هفته سوم مهر داشتیم تجمع اعتراضی بیش از 40 نفر از استادای آموزشکده های استان اصفهان از توابع دانشگاه مهاجر این شهر بود که علیه احضار استادا به ستاد خبری اداره اطلاعات بدنام اصفهان صورت گرفته بود. این استادا به این اقدام توهین‌آمیز و سرکوبگرانه‌ای که از طرف مزدورای اطلاعات آخوندی نسبت به این استادا شده بود اعتراض داشتند. یکی از همین استادا می گفت ما اصلا آرامش نداریم و هر لحظه احساس میکنیم که تحت نظر هستیم، روی موبایل و تلفن‌های ثابت ما شنود میگذارن و اصلا کلن زندگیمون رو مختل کردن. ما نمیخوایم اختناق در محیط کارمون باشه. در هفته گذشته چند حرکت اعتراضی از معلمای به جون آمده هم داشتیم که از جمله 150 معلم پاره وقت شهر کردی بود که
در اعتراض به اینکه بعد از 5 سال تعلیم هنوز اونا رو استخدام رسمی نکردن دست به اعتراض زده بودن و می گفتن که با 300,000 تومان حقوق ما زندگیمون رو باید چجوری بگذرونیم، زندگیمون تباه شده. یادآوری کنم که روز 17 مهر سرپرست وزارت آموزش و پرورش در کابینه همین آخوند روحانی رسما گفت که هیچ استخدام رسمی در وزارت آموزش و پرورش صورت نخواهد گرفت و به این ترتیب خشم و اعتراض هزاران معلم حق التدریسی افزایش پیدا کرده. هفته گذشته چند مورد هم از تجمعات اعتراضی اولیای دانش آموزا رو داشتیم که علیه اخاذی‌های حکومت آخوندی صورت گرفته. اما اونچه که در خور توجه ایستادگی و مقاومت همین اولیای دانش آموزان شهر کردی در برابر اتوبوس‌ها و اتوبوس‌هایی بوده که کارگزارای رژیم آورده بودند و می‌خواستند که با این اتوبوس‌ها دانش آموزا رو به جبهه‌های جنگ ضد میهنی ببرن، جریان از این قرار بوده که آموزش و پرورش شهر کرد با فریبکاری اعلام کرده بود که دانش آموزان رو با اتوبوس می‌خواد به گردش علمی ببره. اما وقتی مردم متوجه شدن که بچه هاشون رو میخوان ببرن جبهه های جنگ ضد میهنی رو بهشون نشون بدن، اتوبوس ها رو محاصره میکنن، جلوی اتوبوس ها رو میگیرن و اجازه حرکت به اونا نمیدن. هفته گذشته 12 تجمع اعتراضی هم از کارگرای به جان آمده در کارخونه های مختلف داشتیم که اغلب به دلیل عدم پرداخت حقوقا بوده، یا اینکه اخراجشون کرده بودن از کار و یا اینکه امنیت شغلی نداشتن. در همین هفته گذشته حرکت های اعتراضی مردمی خیلی زیاد بود، از جمله تجمع هفتگی مردم عراق علیه آلودگی هوا و سرطانزایی دستگاه های پارازیت افکنی که سپاه پاسداران به راه انداخته و همچنین تجمع اعتراضی صدها تن از مردم هرمزگان در اعتراض به تقسیمات جدید استانی، همچنین اعتراض به چپاول های مسکن مهر رو داشتیم و اعتراض به کمبود و نبود آب در مناطق مختلف کشور. در آخرین نگاه کلیمون، در یک نگاه به این حرکت‌های اعتراضی هفته اگر بخوای بکنیم، خوبه که به صحبت‌های یکی از نمایندگان کشاورزان اصفهان در حرکت‌های اعتراضی کشاورزان گوش کنیم که شماری از خانم‌ها هم در این تجمعات شرکت کرده بودند و برای احقاق حقوقشون فعالیت می‌کردند. چرا از همین اوقات علاما در دوار زنه بر خانم ها بود هزار چه شاورده بودن رفتندری که زیادری و عثمان داری توی پیچه آقای همه دنیا زن ها خانم ها بودن باشون صحبت کنه هر یک اصلا ما داریم میپرسو هستند به ما بگون چی مسئولی کاره اصلا چی قراره سوی اصفهان جواب به ما بده استاندار اسماعیلی اداره آب شما آقای همه دنیا آقای نهست اصلا ما مخم بدونیم آقای چطوری برموندار آقای کی محصوله تیز را ما نه همه سر می دوگونن هی میگرد با اونه با اونه هیچ که جوابی با اسمه ما نمیده خدا اصلا چه هنوز ما از میدونه چه که واسه زنگی بونه چه کردی تو شد بیان بیان با تو سر تهران هر چیلی دو گوی بروش در خود این که بینیم چه میشه بیدیم من خودی همون بدم تو تهران باید اون به وعدش دیگه خودشون کشاورز رو میان در استان داریم میرن و میرن و دیگه خودشون که پیگیری میشن انان ما مخمه از استان داریم که خودم داریم میریم به پیشیش بویش تو استان داریم که بریم بهش بگون که آخه مخمه بینیم اصلا چی مرسی به سوی استان الان داریم میریم بهش میده استان داریم از اون دوبا شده میریم استان داری الان وزیری کشور آقای رحمان فرزی اومدن اصفهان من رفتم پیشش با خودش رو بکردم خسارت مانه بدن آب برای ما پاییز ما پایین کنیم و یه نام هم نمیشتم درم به خود آقای فرزمی یه نام هم بشتر این راضی برود کنه زای اندر دینا ایشون هم صحبت کرد که ما در اولویت میزنیم رو کنه زای اندر
گفتم سه تا دور از این رسو برده تو بمونه، ولی چی؟ همه دنم حرف میزنید، اما هر مهاجم هستم.